از من گذشته است، این غریب سر و زبانی باقی نخواهد بود. اگر راست بنویسم گروهی بدشان می آید، و اگر دروغ بنویسم خودم بدم می آید. نوشتن یادداشت، خاطر نویسی، وقایع نگاری و نوشته هایی از این دست در ایران رسمی دیرین بوده و خوشبختانه این گونه آثار پس از چندی به خاطر جبر زمان یا حوادثی نامنتظر ارزش تاریخی پیدا می کند. بدیهی است هر نویسنده‌ای که بدین ترتیب اثری و خبری از خود بر جای می گذارد نمی تواند از گیرودار دوستی ها و دشمنی ها بر کنار بماند. لکن بعد از چندی که روزگار دگرگون می شود و بر مراد حکامی که از تخت و بخت فرو می افتند و بوریانشین می شوند یا رهسپار دیار نیستی می گردند گردش نمی کند. مورخان و محققان راستین با بی‌طرفی سیر حوادث را دنبال می کنند و با نو دولتان کاری ندارند. درست را از نادرست باز می شناسند و حقایق را از لابلای همان دست نوشته ها و یادداشت ها فراچنگ می آورند و به نسل های آینده می سپارند. خاطراتی است که 50 سال همکاری و نشست و برخاست با شعرا و نغمه پردازان را در بر می گیرند که در یک دوره استثنایی به همت گروهی شیفته ایران و آشفته موسیقی اصیل این سرزمین جلیل آثاری از خود به یادگار گذاشته و گذشته اند. گروهی که هنر را تنها به خاطر هنر خواسته از وجود خود کاسته و بزم هنر را آراسته اند و یا همچون شمع سوخته و بزم هنر را افروخته نگاه داشته اند. در چند مورد هنگام بحث درباره آنان از خاطرات خودشان یا دوستان دیگر نیز یاری گرفتم. من چیستم حکایت از یاد رفته ای، تصویری از جوانی برباد رفته ای.